هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا معرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. در روز پنجشنبه 14 ماه مارس یا مارچ برابر با 24 اسفند ماه، با برنامه 12 از سلسله برنامه های پیرامون انقلاب ها در خدمت شما هست. ابتدا پوزش میخوام از گرفتگی صدا و امیدوارم که در طول برنامه این گرفتگی صدا موجب آزار و اذیت شما بینندگان عزیز نشه. خب، مباحثمون رو ادامه دادیم، به بحث جان لاک رسیدیم، اندکی از اندیشه های او رو خواندیم و به دلیل اینکه فضای فکری که لاک داره در اون قلم میزنه و مطالب خودش رو تغییر میکنه با فضای امروز ما تا حدود زیادی نزدیکه، به این اندیشه ها بیشتر پرداختیم. البته خب جان لاک شخصیتی است از دو جنبه داره اهمیت. یکی بحث اساس تفکر او که سعی میکنه حقوق مردم رو برتر از حقوق ساختارها و نهادهای سنتی مثل نهاد پادشاهی قرار بده، و دومین جنبه از کار او که او رو شاخص کرد مسئله حق دگرگون کردن دولت هاست، یا اون ساختارهایی که اساساً برای خدمتگذاری به انسان ها ایجاد شدند اما اون کارکرد یا کارویژه رو ارائه نمی کنند، به مثابه یک نهاد معیوبی که یا باید محدود بشن یا باید دگرگون بشن و کنار گذاشته بشن. وقتی ما مثلا در مورد مفهوم سکولاریسم بحث می کنیم که امروز خب خیلی از مردم ما و حتی سیاسیون ما داعیه دار این هستند که باید فضای سکولار حاکم باشه، خب این اندیشه بر اساس یک نتیجه ایجاد شد، یعنی یک برهانی که از مقدمات خاصی بیرون آمد، یعنی جوامع اروپایی با حضور حکومت‌های دینی، حالا مسیحی، کاتولیک یا پروتستان، احساس کردن که یک حکومت دینی یا فضای دینی در درون جامعه مطلوب نیست، علی‌رغم اینکه دین مدعی است سعادت انسانها رو من بهتر تشخیص میدم. کشیشان مدعی هستند که تعالیم دینی بهترین تعالیمه. همین رو ما در میان اسلامیون هم دیدیم. اسلام داعیه دار این است که یک حکومت دینی خیر و صلاح جامعه رو بهتر تأمین میکنه. خب اینها ادعاست. زمانی که به قدرت میرسن حالا کارنامه‌ای رو ارائه میکنن، یعنی در ظرف 50 سال 100 سال شما حکومت‌های دینی رو دارید. حکومتی که از نظر تئوریک مدعی است که میتواند سعادت بیاره، اما زمانی که به قدرت میرسه از روی آن نوشته یا ذهن تبدیل میشه به یک ساختار، نهاد، و در درون جامعه کارنامه به بار میاره. اون وقت شما از قبل این کارنامه هست که میفهمید که نه، تعلیم و تربیت دینی، قانون دینی، ساختارها و نهادهای دینی، حاکمان دینی مطلوب جامعه نیستن. بنابراین جامعه رو باید با عرف، با عقل، با خرد اداره کرد. بر اساس سیر تطور و تحول هر جامعه تصمیم گیری کرد. از دل این اندیشه شما سکولاریسم رو داره ارزش میکنید، یعنی جایی که دین عقب نشینی میکنه. همین وضعیت در مورد استبداد هم هست، یعنی فیلسوفان سیاسی سعی میکنن نگاه بکنن به جوامع، به سرنوشت کشورها، کشورهایی که در اونها یک شخص در هر عنوانی حاکم کشوره، حالا یا پادشاهه یا ولی فقیهه یا خلیفه است یا امام یا هر چیزی، حکومت یک نفر است. یعنی اون شخص تصمیم میگیره،
مجریه، قضاوت میکنه، داوری میکنه و سرنوشت جوامع رو تعیین میکنه. خب فیلسوفان سیاسی دیدن جوامعی که در اونها یک انسان همه چیز رو در اختیار داشته رو به انحطاط رفت، چه بسا شکوفایی موقتی هم داشتن، اما به مرور زمان اون کشورها منحط شدن. لذا اندیشمندانی مثل جان لاک سعی میکنن مفاهیمی مثل پادشاهی مطلقه رو به عقب برونن. البته آثار لاک، یعنی این رساله دوم در باب حکومت، در سال 1690 یعنی 2 سال بعد از انقلاب باشکوه در انگلستان بیرون آمد، اما اندیشه هاش از قبل وجود داشت. و بعد در جهت تأیید اون انقلابه که سعی میکنه پادشاه رو مشروط بکنه، مقید بکنه، یعنی هرچه خلل در جامعه ایجاد میکنه رو باید محدود کرد، همونطور که دین رو باید محدود کرد. اساس سکولاریسم بر همین اساسه، چون دین اثر مخربی در اجتماع داره، باید او رو از نهادهای قانونگذاری، حکمرانی، ساختارهای اجتماعی عقب راند، بره در درون خانه ها، در اذهان مردم جای بگیره و تا جایی محترم باشه که به حقوق دیگران خلل وارد نه. پس اساس سکولاریسم یه مقدمه ای داره و آن این که دین امری مخربه، به خصوص وقتی وارد فضای اجتماعی میشه. مشروطه کردن هم نشان میده نهاد پادشاهی نهاد مخربه. یعنی وقتی دوستان پادشاهی خواه ما میگن ما پادشاهی مشروطه میخواهیم، این پادشاهی مشروطه در واقع فکر جمهوری خواهی است، وگرنه هیچ پادشاهی خواهی نباید تمایل داشته باشه پادشاه محدود باشه، چون اساس بر اینه که اینا انسانهایی هستن که به نفع جامعه کار میکنن، دارای ویژگی ها و سجایای خاصی هستن، باید بیان در جامعه فعالیت بکنن. ما جمهوری خواهان یا کسانی که دنبال حقوق مردم هستن سعی میکنن بگن نه، حکومت یک نفره مطلوب نیست، بنابراین یک چارتی، یک منشوری، یک قانونی تعبیه کنیم که حاکم رو محدود بکنیم در اون چارچوب. از کسانی که میگن ما پادشاهی مشروطه میخواهیم در واقع جوی جمهوری خواه هست، کن اندیشهشون جمهوری خواهیست، منتها میگن پادشاه به قدری ممکنه اخلال ایجاد بکنه او رو باید محدود کرد، تا جایی که حتی برخی از این عزیزان میگن که فقط چون یه نماد باشه، مثلا پادشاه نماد باشه کنار بشین. در همین مثلا خودش اشکالاتی وجود داره، اما عرضم اینه که پادشاهی مشروطه در انگلستان یا کشورهای دیگر حاصل مبارزات اندیشمندان و فیلسوفان است که سعی کردن حقوق مردم رو برجسته بکنن تا آنجایی که برخی نهادها یا سنت های قدیمی محدود بشن. مثلا سکولاریست نیامد بگه دین باید از بین بره، گفت نه، دین یک نهادیست از گذشته بوده، تا آنجایی که اخلال ایجاد نکنه ما باش کاری نداریم، اما جایی که اخلال ایجاد میکنه باید محدودش کرد، اما نیامدن از بین ببرن. برخی از این کشورها که محافظه کار هم هستن تا حدودی همین رویه رو پیش گرفتن، یعنی دیگه ضرورتی ندیدن که اساس پادشاهی رو بردارن، بنابر مقتضیات اون زمان پذیرفتن، اما سعی کردن به قدری او رو محدود کنن که دیگه اخلال ایجاد نکنه. از کار لاک اولین مسئلهش در این مسئله، یعنی برجسته کردن کار جمهوری خواهی است، نه اینکه حالا او جمهوری خواه بوده، نه، اساسش بر سر اینه که جمهور یعنی مردم، تمام حقوق اجتماعی مال اونهاست، اونها هستن که نهاد رو میسازن و نهادها باید در خدمت انسان باشن. این یک. و دومین کاری که لاک میکنه اینه که میخواد نیروی انقلابی تربیت بکنه، یعنی اگر ساختارهایی وجود دارن که اجازه نمیدن کارهای مردم، حقوق مردم، دارایی های مردم به درستی سر و شکل بگیره، باید اونها رو عوض کرد. حالا ادامه میدیم بحث جان لاک رو. اگر این پرسش را مطرح کنید که چگونه رعیت می تواند از آزار و اذیت سلطان مقتدر در امان باشد،
شما را متهم به ایجاد بلوا و انقلاب می کنند. گویی وقتی انسانها وضعیت طبیعی را ترک کردند و وارد جامعه شدند، به این توافق رسیدند که همه آنها به جز یک نفر تحت لوای قانون قرار دارد و تنها آن یک نفر است که می تواند در وضعیت طبیعی بماند و هر کاری که می خواهد بکند. این مانند آن است که انسانها را آنقدر احمق و نادان تصور کنیم که برای گریز از آسیب گربه های وحشی و روباها با خرسندی تمام خود را تومه شیران کنن. مقصود جان لاک اینه که ما انسان ها از وضع طبیعی وقتی وارد وضع سیاسی یا مدنی شدیم یه قانونی جلوی خودمون گذاشتیم، یعنی مناسبات ما رو قانون تعیین میکنه. دیگه اینطوری نیست که مثل وضع طبیعی هر انسانی به خودش حق بده هر کاری دلش میخواد انجام بده، بره مال مردم رو بگیره، با جان مردم بازی کنه، عرض و آبروی مردم رو ببره. این توافق ما بوده. جان لاک میگه یه عده‌ای هستن معتقدن که بله این درسته، اما ظاهرا یک انسان که مقصودش پادشاست، حاکمه، از نظر اون عده این آقا مستثناست، یعنی من و شما نمیتونیم به حقوق هم دیگه خلل وارد بکنیم، اما ظاهرا اون حاکم مطلقه هم چین حقی داره. ظاهرا میگه شمایی که میگید بلوا و انقلاب بد است، قیام بده، فراموش کردید که اصلا ما قرار بوده تحت یه قانون زندگی بکنیم. شما به چه حقی یک شخصی که حاکمه رو مستثنا کردید؟ یعنی او حق داره جان ما رو بگیره، مال ما رو بگیره؟ ما اگر در یک وضع طبیعی به سر می بردیم حداقل می دانستیم من در برابر یک انسانی هم عرض خودم قرار دارم. اون تعبیر گربه های وحشی و روباه ها رو اینجوری به کار می بره. اما الان در برابر یک قدرت قرار گرفتم، یعنی حاکمی که دیگه یه آدم نیست، دیوان سالاری داره، بوروکراسی داره، ارتش داره، نیروهای نظامی داره، ساختار قانونی داره و به راحتی میاد منو میگیره میبره. یعنی تمام دستگاه های دولتی در اختیار اون آقا قرار گرفته که در وضع طبیعی با ما به سر میبره. یعنی وقتی قراره من سلیمانی از وضع طبیعی تبدیل بشم به وضع مدنی یا سیاسی، حساب میکردم که از همسایه خودم میترسم که ممکنه بیاد دارایی زمین منو بگیر، گاو و گوسفند من رو بگیر. اومدم خود رو شهروند کردم، در یک فرایند قرارداد اجتماعی تبدیل شدم به شهروند. اما مشکل در جاییه که حالا از این قرارداد یک شخصیت حقوقی ساخته شده به نام دولت، که این دولت دیگه یه آدم همسایه من نیست، خودش یک دیوان سالاری و ارتش و ساختارهای قانونی داره که به راحتی میتونه همه چیز منو بگیره. به همین دلیله که در درون رژیم های استبدادی احکامی نه بر علیه حتی یک انسان، حتی بر علیه گروه های مختلف اجتماعی به راحتی تصویب میشه. یک نفر آخوند به تنهایی نمیتونه جلو بهاییان بیسته، نمیتونه بیاد به راحتی مالشو بگیره. اما وقتی قدرت رو گرفت، در جایگاه ولی فقیه نشست، از طریق قانونگذاری میتونه بر گروه های مختلف مذهبی که مغایر او هستن قانون وضع کنه. بعدم میگه بفرمایید قانونه. حالا دیوان سالاری و دستگاه های پلیس و نیروهای امنیتی رو بسیج میکنه برای اینکه اموال اونها رو مصادره بکنن، اونها رو بکشن. و شما ناگهان میبینید هزاران نفر بهایی رو به راحتی میشه اموالشون رو مصادره کرد، در حالی که سید علی خامنه‌ای به تنهایی نمیتونست این کارو بکنه. این تعبیری که جان لاک به کار میبره اینجاست، میگه گاهی قرارداد اجتماعی که ما وضع میکنیم ما رو در وضعیتی قرار میده که از ترس گربه های وحشی به دامن شیران درنده میفتیم. حالا دیگه حریف من فقط همسایه من نیست،
یک دیوان سالاری عظیمی است که من باید باش مقابله بکنم، در برابر اون بیستم. در رژیم های استبدادی دیوان سالاری هم ابزار دست مستبدانه. شما الان پلیس جمهوری اسلامی ابزار دست حاکم مستبده، تو زندگی مردم سرک میکشه، به بهانه کارهای امنیتی مردم رو میگیره، گروه های مختلف رو سرکوب میکنه. دستگاه های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ به زندگی هنرمندان و افراد دیگه سرک میکشن. دیدید دیگه. آیا سید علی خامنه‌ای به تنهایی میتونست این کار رو بکنه؟ نه. با پول نفت، با دریافت مالیات از مردم که در قالب قانون هست، برای خودشون نیروهای مزدور تهیه میکنن. آیا بودجه آقا سید جواد پدر سید علی خامنه‌ای به این اندازه بود که بخواد برای پسر خودش دستگاه های امنیتی و حشد شعبی و حزب الله بسازه؟ نه. این گروه های مزدور از کجا ساخته شدن؟ این ما بودیم وضع طبیعی رو تبدیل کردیم به یک قرارداد اجتماعی، دولت ساختیم، ارتش ساختیم، نهاد ایجاد کردیم، اما حکومت رو به دست کسانی دادیم که از اون شخصیت حقوقی داره بر علیه ما استفاده میکنه. زور یک آخوند تبدیل شده به یک دستگاه دیوان سالاری. حالا دیوان سالاری های ما هم اساساً دیوان سالاری های مدرن نیست، چون مکس وبر در مورد، حالا اینم پرانتزی باز کنیم بعد نیست، لابلای مسائل نکاتی را عرض کنیم که شاید کمک بکنه به اندیشه سیاسی ما، برای که تطبیق بدیم چه وضعیتی داریم در امر سیاسی. این نکات مهمه. مکس وبر دیوان سالاری یا اون بروکراسی رو یک نهاد عقلانی میدونه، میگه دولت‌های مدرن در درون یک عقلانیتی یک دیوان سالاری خاصی رو ایجاد میکنن. شما اگر میخواید تشخیص بدید دولت و دیوان سالاری ها و نهادهای مدرن چه هستند و اون چیزهایی که در جوامع سنتی وجود دارن و به ظاهر ما فکر میکنیم دولت داریم، به ظاهر فکر میکنیم مجلس داریم و چیزهای دیگر چه تفاوتی میکنه، شاید بخشی از این شاخص ها به ما کمک بکنه. ولی چند نمونه رو من ذکر میکنم که مکس وبر میگه، این پرانتزی است که به ذهن من آمد که بعدم نیست حالا اینا رو هم عرض کنیم. اولین مسئله ای که مکس وبر در مورد دیوان سالاری یا بروکراسی مدرن، یا بهتر بگیم دولت به معنای عام اون، مدرنش هست، تقسیم و تخصص کار بنابر تعریفه. یعنی نهادها یک تعریف دارن، یه تقسیم کاری به اونها داده شده. اینجوری نیست که هر کسی تو کار هر کسی دخالت بکنه. وزارتخونه ها داره، ساختارهای دولتی داره. در جوامع سنتی اصلا این گونه نیست. شما برید مثلا نهادهای هرچی سنتی تر رو نگاه بکنید، ساختارها خیلی واحده. وزارتخونه ها یکی دوتا بیشتر نیستن، چه بسا اصلا نیاز به وزارتخونه هم نیست. هر کسی تو هر کاری دخالت میکنه چون تعریفی نشده از تخصص، از تقسیم کار، که طرف بدونه این وظیفه من نیست که تو این کار دخالت بکنم، این وظیفه من نیست که وارد فضای درآمدی بشم. چون حدود وظایف مشخص نیست، وزارت اطلاعات وارد کار اقتصادی میشه، وارد فضای هنر میشه، میره به سراغ مسائل مختلف، دکه روزنامه فروشی داره. این چه نسبتی با اون وزارت خونه داره؟ شما الان نگاه بکنید سپاه پاسداران رو، در همه زمینه ها دخالت داره میکنه. ما یک نیروی نظامیه، شما در امریکا، در فرانسه، در جای دیگه نگاه بکنید، میان بهش بگن آقا تو بیا سد بساز، نمیدونم تو برو اونجا آموزش پرورش رو به دست بگیر، ریاست نمیدونم باشگاه فوتبال فلان با تو باشه، در هنر سینما مثلا شما بیا دخالت بکن. مثلا چیزی داریم ما؟ نه، چون کارا تخصصیه،
تقسیم وظایف در بوروکراسی مدرن وجود داره، در دولت مدرن وجود داره، ولی در جوامعی که به ظاهر شکل داریم ما حالا اداره داریم، ما هر کسی زورش میرسه دخالت میکنه در همه جا، چون پول میبینه، سهم میبینه. بعد خیلی هم توجیه میکنن که سپاه برای انقلاب زحمت کشیده، در جنگ رشادت کرده، حق داره که از این انقلاب پاسداری بکنه، بنابراین بیایم کارهای فرهنگی رو هم سپاه دخالت بکنه، پروژه های عمرانی و سدسازی و جاده سازی رو هم بدیم به خاتم الانبیا، معلمان مدارس رو هم بدیم به فلانی، همینجوری، یعنی کارهایی که هیچ نسبتی با هم نداره. مسئله دومی که مکس وبر نام میبره در بوروکراسی های مدرن، وظایف اشخاصی است که در درون این نهادها وجود دارن که تکالیفشون مشخصه. یعنی رئیس یک اداره میدونه وظیفش چیه و یک وزیر میفهمه که در حدود صلاحیت و اختیارش کجاست، این براش تعریف کردن. اما در نهادهای غیر مدرن اینطوری نیست. شخصی که نسبت نزدیکی با نهاد قدرت داره میتونه به راحتی در همه زمینه‌ها تصمیم بگیره. سومین ویژگی سلسله مراتبی بودنه. یعنی دولت‌های مدرن، بوروکراسی مدرن سلسله مراتب دارن، رئیس دارن، معاون دارن، همینطوری آرام آرام میاد پایین. اما در جاهای دیگر که اون نهادها مدرن نیستن، سلسله مراتبی ممکنه وجود نداشته باشه. دیگر این که این سلسله مراتب بر اساس صلاحیت، توانایی، لیاقت، تجربه، علم داده میشه. یعنی یک معیاری در بوروکراسی های مدرن وجود داره که اگر سلیمانی امیری میخواد مدارج ترقی رو طی بکنه، باید در چارچوب اون قانون که تعریف کرده حرکت کنه. اگر صلاحیت علمی داره، در مورد موضوع مربوطه استخدام میشه به عنوان کارمند. به مرور که تجربهش بیشتر شد، خدماتش نمایان شد، صلاحیتش محرز شد، حالا مدارج ترقی رو طی میکنه، بعد 15 سال میشه مثلا رئیس فلان اداره، کمی بالاتر میشه مثلا مسئول اون اداره در استان. ولی دیگه خیلی شایستگی و لیاقت داشت، تونست در رقابت با افراد دیگه موفق باشه، میتونه تبدیل هم بشه به وزیر. ما در دیوان سالاری های غیر مدرن اینطوری نیست، چون خواهرزاده و برادرزاده رهبر هستی یه نامه می نویسه، شما فردا میشی وزیر فلان، فردا میشی رئیس کارخونه فلان. جدا از این که اصلا در مشاغل غیر مرتبط به کار گرفته میشن، یعنی شما میرید در یه اداره ای، مثلا طرف معلم بوده، به واسطه این که یکی از بستگانش حالا مدارجی رو طی کرده، یه نامه می نویسه، این آقا میشه رئیس اداره مثلا آب و فاضلاب فلانجا، و تو جلسات مدیران که شرکت میکنن ایشون اصلا نمیفهمه اون واژگان چیه، نمیفهمه ساختارها چیه، قانون چیه، نهاد چیه. افرادی که 15 سال در اون اداره کار کردن، حسن شهرت دارن، لیاقت و توانایی دارن، محلی از اعراب ندارن، نمیتونن مدارج ترقی رو طی کنن. در زمان قاجار همین مسئله وجود داشت، القاب و عناوین فروخته میشد، مناصب فروخته میشد، یعنی طرف والی خراسان میشد، زمانی که میرفت مثلا به محمد شاه یا ناصرالدین شاه یا افراد دیگر پولی میداد، اونا هم نامه می نوشتن که آقا بفرمایید شاهزاده فلانی می شود مثلا والی فلان جا. حالا پسره مثلا 15 سال 20 سال سنشه، می رفت اونجا می شود والی. بعدها که دولت هم شکل می گیره در درون اون سیستم همین وضعه، چون اونها از همین نوع قیاس می گیرن. شما به والیان ما نگاه بکنید در طول تاریخ، خیلی کم بوده کسانی که لیاقت داشتن مدارج ترقی رو طی کرده باشن، نه خیلی به دشواری داریم.
موارد معدود و استثنایی داریم. قاعده بر این بوده که بسیار از این مناصب به واسطه نزدیکی به حاکم فروخته می شده، پیشکش می شده، یا افرادی رو تأمین می کردن برای اون مناطق. اما در دیوان سالاری مدرن اینطوری نیست. لیاقت، توانایی و شایستگی افراد باید به مرور زمان مشخص بشه، ولی ما نداریم. به همین تصمیم گیری ها در درون دولت ما نه کارشناسی است، نه حساب شده است، بیشتر حاصل منفعت افراده. و رئیسی هم که خب غیر مرتبط رسیده، همیشه از زیر دستان شایسته میترسه، بر علیه اونا پرونده سازی میکنه که اینا رو حذف بکنه. اگر هم بخوان کار بکنن، اون معاونان اداره نمیپذیرن این سیستم رو. این وضعیت در امور نظامی هم هست. افرادی که به خاطر خوشخدمتی دارای چندین درجه میشن، ناگهان از یک شغل بسیار ضعیف تبدیل میشن به یک وزیر کارکشته از نظر رژیم. 20 سال بر سر کار میمونن، 10 سال بر سر کار میمونن. و در نهایت همین فضا ایجاد میشه که نخبگان از نظر یک سیستم فقط 10-20 نفرن. همون سیستم سعی میکنه مشاغل رو بین اینا توزیع بکنه. آقای فلانی امروز وزیر نفته، فردا تبدیل میشه مثلا به وزیر راه، پس فردا برش میدارن میشه وزیر امور خارجه، دو روز بعدم میبرنش در یک سازمان امنیتی اونجا کار اطلاعاتی بکنه. دیوان سالاری های غیر مدرن ویژگیاش ایناست. یه ویژگی دیگری که باز وبر نام میبره به ذهنم آمد، مسئله این که سلسله مراتب رفتی به مردم نداره. یعنی کاری که قرار انجام بشه هیچ وقت به نسبت به مردم تعیین نمیشه که آقا چون این پسر خاله منه، من کارش رو از طریق خاصی انجام میدم، اما بقیه باید برن تو نوبت، از طریق قانونی کار حل بشه. شما دیدید در نظام جمهوری اسلامی، به نگاه بکنید، یک وام میخوان به یک شخص بدن، میگن آقا قانون میگه دوتا ضامن بیار، هر دوتاش هم مثلا باید کارمند باشن، پیش حقوقیشون رو بیارید، اینطوری اونطوری، هزار سنگ زیر پای طرف میذارن چون قانونه. اما اگر یک دانه درشت بخواد وام بگیره، تازه اونم نه مثلا وام هایی که یک آدم عادی میگیره، یک وام های دم دستی میخواد بگیره کارهای عروسی خودشو مثلا پیش ببره، نه، وام هایی که حالا اون زمان میلیاردی بود، الان دیگه میلیارد هم زیاد چیز سنگینی نیست. بدون ضامن، فقط با تماس اون رئیس بانک فلان حل میشه، با تماس وزیر حل میشه. و مصطفی علموتی در کتاب ایران در عصر پهلوی به این مسئله اشاره میکنه، میگه آیا حجبر یزدانی میخواست وام بگیره از بانک صادرات، رئیس بانک به ایشون گفت آقا ما همچین بودجه ای نداریم که بخوایم به شما وام بدیم. از طریق آقای ارتشبد نصیری رئیس ساواک فشار میارن که آقا بهشون وام بدید. رئیس اون بانک حالا در خاطرم نیست، حالا اسنادش رو بعدها خواهیم خواند، خب آقا اینقدر ما رو تحت فشار قرار دادن که یکی دو تا بانک جمع شدن، یه پولی گرفتن دادن با این آقای حجبر یزدانی. بعد ایشون آمد از طریق همان پولی که گرفته بود بانک صادرات سهام او رو خرید. خیلی مضحکه این داستان ها. یعنی فساد در درون دیوان سالاری و بوروکراسی از همین جاها شروع میشه، جایی که قانون فقط برای مردم قانونه، ما برای خودی ها دیگه قانون نیست. سلیمانی اگه اومده میگه آقا من 4 تا وسیله میخوام که تشکیل خانواده بدم، یه وام ازدواج به من بدید، انقدر اینو میدونیم، چک و سفته و ضامن و همه چی میخوایم که بخوایم مثلا 10 میلیون به این آقا وام بدیم. اما اگر یک نفری که وزارت اطلاعات به من معرفی کرده یا سردار سپاهه، اصلا نیاز به ضامن نداره، میلیاردها تومان پول مردم رو میدیم.
اینکه در جمهوری اسلامی بسیاری از این بانک‌ها ورشکسته هستند حاصل همین هاست. کسانی که بنابر طرح‌های الکی پول از مردم گرفتن، حالا نه اونا پول‌های کم دیگه، اون پول‌ها رو بازپرداخت نکردن. شما به نگاه بکنید این اختلاسگران بزرگی که در جمهوری اسلامی هستن که عدد و رقمشون از ماشین حساب بیرون میزنه، این حاصل چه چیزیست؟ حاصل همان عدم بوروکراسی یا دیوان سالاری مدرنه، جایی که قانون اگر در برابر یک انسان عادی سفت و سخت میگیره، نسبت به یک انسانی که مزایای بیشتری داره دریافت میکنه از دولت، باید سختگیریش بیشتر کنه. اگر من برای 10 میلیون دوتا ضامن میخوام، برای 10 میلیارد هیچ ضامنی نمیخوام. و این مشخصه که اساس اون دیوان سالاری بر اساس روابط. دیگر ویژگی که باز مکس وبر نام میبره تعیین دستمزد، میگه بوروکراسی مدرن دستمزدی داره. قانون تعیین میکنه که سلیمانی وقتی در درون دولت این ساعت کار کرده، این اندازه باید حقوق بگیره. در مناطق محروم کار کرده، خب بخشی از مزایا رو باید بهش داد. اگه صاحب زن و فرزند شد، باید بهش یه مزایایی داد. همه چیز تعریف شده است. ما در دیوان سالاری غیر مدرن تعریف نداریم. ما هر کی خوش خدمت تره، هر کی زیارت عاشورا حاضر میشه، هر کی نماز جمعه رفته، هر کی پیشانیش قهوه‌ای رنگ شده، نشان سجده بوده، اونا مقرب ترن، اینا مردان مخلصن. در نظام اداری جمهوری اسلامی نگاه بکنید، 50 نفر پشت درب رئیس منتظر امضا، ساعت 12 آقا بلند میشه با یه دمپایی میاد بیرون، دست آستینش رو زده بالا، میخوام برم نماز. یعنی کار مردم معطل مانده که این آقا بلند شه بره نماز، مقدمات و تعقیبات نماز رو هم به جا میاره، ساعت 2 برمیگرد. چون میدونه ترقی کردن در درون سیستم برای چاپلوسی است. نشان بدم که چه اندازه من مخلص هستم. دیگه قبح مسائل مختلف هم ریخته دیگه، از رشوه گرفته و تا مسائل دیگر تحت عنوان زیرمیزی و شیرینی و همه چی وجود داره. نمایندگان مجلس شما نگاه بکنید، طرف میگه این اندازه به من بده تایید صلاحیت میشه. دیگه انقدر این صداها بیرون آمده که مردم خیلی بهتر از ما اینا رو میدونن. فقط میخوام عرض کنم وقتی مکس وبر صحبت میکنه از دیوان سالاری مدرن که شاخص اون عقلانی بودنه، ما فاقد اونیم. ما به ظاهر دولت داریم، به ظاهر مجلس داریم، بخشی از کارهای اونا رو هم انجام میدن البته، اما معیوبه، فاسده. نماینده‌ای که میخواد بیا تایید صلاحیت چه، باید با وزارت خونه ها یا گروه های مختلف ارتباط برقرار بکنه برای اینکه تایید صلاحیت بشه یه چیزی بده. در درون مجلس برای اینکه من از وزیر انتقاد نکنم، با اینکه میدونم اون وزیر داره خلاف میکنه، یه پوانی باید از اون وزیر بگیرم، یه مجوزی برای فرزند من صادر بکنه در فلانجا. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بالاترین حد رشوه در اونجاست. به ندرت شما دیگه قاضی پیدا میکنید که اهل رشوه نباشه، چون دستمزدها کافی نیست. از آن طرف مجازات برای کسانی که دست به ارتشا میزنن هم وجود نداره، چون بالاتر هم همین کارو میکنه. مایه سرگنده گردد نیز دوم. اون بالا بالایی ها در درونشون فساد وجود داره، خب پایینی هم همین کارو میکنه. چند صد هزار نفر دزد تحت عناوین دیوان سالاری در کنار هم به شکل مسالمت آمیز مال مردم رو میبرن. رفت تا دیروز هیچی نبوده، یه معلم ساده بوده،
ما ناگهان بعد از 4 سال نمایندگی مجلس و ادارات خاص حالا صاحب ثروتی میشه که بیا و نگاه کن. و کجا آوردید؟ تو دستمزد وجود نداره که شما مشخص کنید. این همه رقابت بر سر اینکه من نماینده مجلس بشوم در جمهوری اسلامی برای چیه به نظر شما؟ چون اینا به همون حقوق نماینده مجلس اکتفا میکنن. در شهرهای ایران برید نگاه بکنید چه اندازه خرج میکنن تا شورای شهر بشن، یه شهر ساده، یه شهر کوچک. چرا؟ چون میدونن وقتی وارد شورای شهر بشن اونجا 5-6 نفر دور همن، طرحهای عمرانی رو خودشون تصویب میکنن، بودجه ها رو میگیرن، زمین های بستگان خودشون رو با قیمت گزاف به شهرداری میفروشن که آقا تبدیل کن به پارک. داشتیم اینا رو؟ یا زمین دور افتاده ای بوده، طرف میشه عضو شورای شهر، اولین کاری که میکنه اینه که خب اون زمین دور افتاده ای که به کار کسی نمیاد رو بدم بفروشم به شهرداری. یه بودجه تصویب میشه، سلیمانی امیریش یک زمین دور افتاده رو میفروشه به شهرداری با چندین میلیارد تومان. بعد شما نگاه میکنید شهر هزاران امکانات نداره، در دور افتاده ترین منطقه یه پارک ساختن، نه قابل استفاده است نه هیچی. اما هدف چه بوده؟ هدف این بوده که سلیمانی از رانت خودش استفاده بکنه، از جایگاه خودش استفاده بکنه، اون زمین دور افتاده رو بفروشه. وگرنه کدام یکی از این نمایندگان مجلس دغدغه مردم رو داشتن؟ اگر هم اندکی آمدند و بعضی صحبت ها کردن، برای این بوده که 4 سال بعد دوباره بتوانن بر سر همون سفره غنیمت و غارت بشینن. برید اموالشون رو رصد بکنید ببینید قبلش چی داشتن الان چی دارن. این آخوندهایی که در جمهوری اسلامی هستن قبلش چی داشتن الان چی دارن. و با وقاحت یکی از این نمایندگان خبرگان رهبری من مصاحبهش رو دیدم، میگه آقا درآمد شما چقدره؟ میگه ما درآمدی نداریم که، اگر لطف خدا نباشه که ما اصلا خرجمون رو نمی‌رسیم. همه‌شون هم اجاره نشینن، دیدی؟ خیلی سال در دستگاه‌های مختلف خوردن و خوابیدن و پول گرفتن، اما نگاه می‌کنی همه‌شون اجاره نشینن. اون رئیس مجلس، اون قالیباف، ثروت از همه جاشون بالا میره، اما به مردم که میرسن همچین ظاهر نحیف خودشون رو نشان میدن و که بله ما چیزی نداریم. زمان مناظره های انتخاباتی این 5-6 نفر دور هم می نشستن، تلویزیون جمهوری اسلامی اینا رو پخش میکرد، هر کدوم از فساد هم دیگه میگفت. یعنی هر کدام از اینها پرونده هایی که بر علیه هم دیگه میگفتن، به جای اینکه اینها رو کاندید کنن باید همه رو میبردن زندان. یعنی بعد از همون برنامه اول مناظره باید همه اینها رو جمع میکردن به خاطر عقاریدی که نسبت به هم دیگه داشتن، اقرارهایی که نسبت به هم کردن، میبردن اونجا پاسخ بده. آقا شما الان فعلا اول پاسخ بده اینی که این آقا برگشته گفته درسته یا نه، بعد شما بیا اونجا بشین به مردم بگو دوباره به من رأی بدید. بدبختی ما اینه که ما مردمی هم بودیم شنیدیم لذت بردیم که ولایتی، علی اکبر ولایتی از فساد قالیباف میگه، قالیباف از فساد محسن رضایی میگه، این آقای رضایی از فساد روحانی میگه. اما هیچ وقت فکر نکردیم خب بابا این همه کم شکر فاسدن، چطوری به این فساد رسیدن؟ چون در درون اون دستگاه یک امنیتی به اینا داده شد. اونا دیدن اونی که آقا بالا سر ماست میخوره، ما هم که اگه نخوریم فردا ما رو بندازن کنار دیگه هیچ. پس تو این 4 سال بیایم از مال و ثروتی که در اختیار ما هست حالا در هر کجا استفاده بکنیم. برادر رئیس جمهور، همین برادر اون آقای روحانی رو شما برید نگاه، وزراشون رو برید نگاه،
این حجم از فساد سیستماتیک در کجا وجود داره؟ در جایی که دیوان سالاری عقلانی نیست، نهادهای مدرن نیستن، نهادهای ناظر نیستن، شفاف سازی هم صورت نمیگیره. همه اینها دستگاهایی شدن برای غارت، همون گونه که پلیس دستگاهی شده برای سرقت. مورد دیگری که باز مکس وبر نام میبره بحث تشکیلاتی که مبتنی بر قوانینه. زمینی که باید عرض کنم قوانین اون چیزی که مردم یا نمایندگان مردم تصویب میکنن. در دیوان سالاری که تشکیلات قانون نداره، دیدید محمود احمدی نژادو در سفر استانی میرفت، مردم اون پایین شعار میدادن که ما فلان چیزو میخوایم. این آقا میگه خب حالا میخواید چشم، من میگم انجام بدن. یعنی همونجا خودش به جای هیئت دولت و گروه های دیگه تصمیم میگیره، وعده میده. کجا دیوان سالاری مدرن اینطوریه؟ یک طرح باید تصویب شه، آیا درسته، بودجه وجود داره، شدنی هست، عقلانی هست. یه شهر رو میداد به یه استان دیگه، یه استان رو میداد به یک منطقه دیگه، چون نگاه پوپولیستیه. از قبلش هم نهاد میسازن دیگه، مسکن مهر. خب دی مطالعه نشه، سازمان های برنامه و بودجه حذف شه، سازمان هایی که کمی عقلانیت در اونها هست بی اعتنا بشیم بهش، من خودم نهاد میسازم، براش قانونم تعریف میکنم، هر کی هم اعتراض بکنه میگم ببینید من میخواستم مسکن مهر بسازم، سلیمانی نذاشت. دیدید ایشون شما رو دوست نداره، من دوستتون دارم. و مردمی هم که در اون سیستم زندگی میکنن فکر نمیکنن که آیا این طرحی که این آقای پوپولیست داره بعدش رو میده درسته، به نفع ماه یا نه. یه اتلاف بودجه است، یه اتلاف نیروی کاره. بنابراین ساختارهای دیوان سالاری ما بعضی هاشون اصلا بودجه های عجیب و غریب دارن، نهادهایی ساخته میشن که هیچ موضوعیتی ندارن، نه کارایی دارن نه هیچی، بعدم همینجوری منحل میشن. مگه ما کم داریم تو ایران این همه بنیاد و نهادهای مختلف ساخته شد، هیچ کدومشون از دل قانونم بیرون نمیان؟ تا حدی که الان شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید هر کسی یک دارالاسلامی زده، اندیشکده منیم ملا صدرا، اندیشکده اینا باقر العلوم، اندیشکده های مختلف، منتظر ظهور آقا، نمیدونم انواع اقسام این اسامی که از دولت بودجه بگیرن. اونا هم یاد گرفتن، گفتن خب ما که همینطوری نمیتونیم بریم دست بذاریم از پول نفت بگیریم. میگم من میخوام دکترین بدم. داستان ها داریم ما با این جماعت، نای حسن عباسی و رائفی پورها و یه ده از این دل دوست های سطح پایین طرحی می نویسن، آقا بفرمایید این طرح ماست، میخوام بریم تو این فضا فعالیت. یک بودجه میلیاردی به این گروه داده میشه، اما مشخص نیست اینه کی هستن، چیکار میکنن، فایدهشون برای جامعه چیه؟ چون مهم نیست اصلا راجبی طرح فکر بشه، مهم اینه که سهمی به اینها هم بدیم که اینها دیگه سر و صدا نکنه. یک سفره پهنه، شما میبینید کنار، دیدید دیگه حتما رفتید در فضای باز، در جنگل ها، در دشت، مشغول میل کردن غذایی، یه سگی گربه چیزی میاد یه استخونم براش میندازید که شما رو اذیت نکنه. یک نظام نامی برای تقسیم غنایم ساختن، منتها در چارچوب کارهایی که به ظاهر محترمانه است تر تصویب کردیم، طبق قانون اینا ایجاد شده در حالی که قانون نیستن. کجای قانونی که مردم ما برای برخی از این نهادهایی که هیچ فایده اجتماعی نداره پول بدن؟ هزاران نهادی که برای جامعه مفیده حذف کردید، بودجه به اونا ندادید، اما برای هزاران نهادهای بی جهت
صرف بودجه کردید. شما برید در جمهوری اسلامی نگاه بکنید چقدر هزینه میشه برای استادیوم های ورزشی، پارک های ورزشی که مردم زندگی سالم داشته باشن. هیچ. اما مسجد بلافاصله، دارالزهراها و دارالقرآنها و اینها بلافاصله که ترویج خرافات میکنید، جامعه رو تحمیقشون بکنید. اگه قانون برآمده است، خیر جامعه هست، نفع جامعه هست، خب مردم ما راضی نیستن به اینها. اون آقای سردار سلیمانی که تو چمدون پول میذاره میبره در فلسطین و غزه، بر اساس کدوم ساختار میبره؟ بر اساس کدوم قانون میبره؟ آیا مردم این مملکت قانون تصویب کردن که شما مردمی که خودشون محتاجن بری در لبنان بیمارستان بسازی، مدرسه بسازی، تو لبنان خونه بسازی، تو حماس تونل بسازی؟ این پولا از کجا میدید به مردم؟ با کدوم قانون میدی؟ در کجا تصویبش کردی؟ چون اصلا نیاز نمیبینن. دولت مال اون آقاست، اون تصمیم میگیره که بودجه کجا خرج بشه، قانون هم قانون اونه، حکم اونه، مردم کاری نیستن که. خب در این سیستمه که ما دیوان سالاری مدرن نداریم، عقلانیت وجود نداره. یکی وقتی میبینه میگه خب مجلس ما چی تصویب میکنه که عقلانی باشه؟ دولت ما چگونه عقلانی کار میکنه که ما این همه دچار مشکلیم در مناطق محروممون؟ نه بیمارستان داریم، نه مدرسه داریم. ما جنوب لبنان رو آباد کردن، پول بدیم به حزب الله، برای اونجا حسن نصرالله میخواد بره مجلس را بندازه. به مردم غزه که کمک نمی کنیم، به خالد مشعل و دیگران پول بدیم اون زیرزمین غزه تونل بسازن. همین دلیلی که کارهایی که رژیم جمهوری اسلامی میکنه برای ما عجیبه، چون در اون بوروکراسی، در دیوان سالش قانون وجود نداره، عقلانیت وجود نداره. تصمیمات حاصل اندیشه یه آقاست، یه گروه خاصیست. هیچ کس هم حق نداره بپرسه که شما برای چی این بودجه ها رو صرف این کارها میکنید. مورد دیگری که باز مکس وبر نام میبره، ثبات و استمرار شغله. یعنی یک کارمند در درون یک بوروکراسی، در درون یک دیوان سالاری میدونه که به راحتی نمیشه او رو برداشت مگر یک تخلفی بکنه، برخلاف قانون رفتار بکنه، شما اون شخص رو بردارید. اینا استعدادها هستن. یک شخص 20 سال در اداره مثلا برق صاحب تجربه شد، مگر شما میتونی به سادگی او رو برداری؟ یه استاد دانشگاه رو مگه شما میتونی به راحتی بازنشسته بکنی؟ یه سرمایه علمی است. دکتر علی اکبر سیاسی در زمان رژیم پهلوی میگه آقا نامه زدن گفتن اعلی حضرت گفته این آقایون باید برداشته بشن. گفت آقا اینا استاد دانشگاه. حالا اگه اندیشه ما با اندیشه اینا متفاوته، اما اینا تجربه ای دارن، صاحب علمن، اینا نیروهای تربیت شدن. مگه شما میتونی به سادگی و به استاد بگی آقا جا من خوشم نمیاد ازت، اندیشت با من همخوان نیست، برو خونت بشین؟ در بوروکراسی که عقلانیت نیست، به راحتی سرمایه های انسانی با یه نامه باید مراجعه کنن کارگزینی، بازنشسته بشن. یادمون میره که این شخص صاحب چه علمیه، چه اندازه تجربه داره. اما چون ما نمیخوایم در درون یک بوروکراسی عقلانی، یک دولت عقلانی به مردم خدمت کنیم، مهم نیست که فلانی چه تجربه ای داره. به همین دلیله که در نظام های استبدادی شما امنیت شغلی نداری، احترامت هر لحظه ممکنه برگرده. امروز محبوبی، فردا مغضوبی. امروز به تقدیرنامه میدن، فردا همونجا که سر کار هستی پشت میز حراست میاد میگیره میبرتت.
این عدم امنیت در درون بوروکراسی های ما چه اندازه خسارت آورده؟ انقلاب فرهنگی، نمیدونم انقلاب های مختلف، چیه پاکسازی بکنه؟ سپاه، ارتش مکتبی بشه، دانشگاه مکتبی و اسلامی بشه، چقدر ما سرمایه انسانی از دست دادیم؟ مگه به راحتی میشه در درون یک بوروکراسی عقلانی افراد رو محروم کرد، کنارشون گذاشت؟ به هیچ عنوان چنین چیزی نشدنی است. این مشکلات متاسفانه به قدری وخیمه که اندیشمندانی که در حوزه توسعه صحبت کردن، ما وقتی نگاه کنیم میبینیم اینکه سرنوشتمون به این وضع نتیجه همون انتخاب هاست. نخواستیم خودمون اصلاح کنیم. من پیشتر عرض کردم شما نمیتونید زندگی سالم داشته باشید اما روشتون بد باشه. مواد مخدر مصرف بکنید، ورزش نکنید، غذاهای نامناسب بخورید، مشروبات الکلی مصرف بکنید، بعد بگید میخوام طول عمرم زیاد بشه، میخوام سالم باشم. خب نشدنی است. روش شما اینه، نتیجهش اینه، میتونه سلامت باشه. نتیجه تابع مقدماته. میخواید فساد نباشه تو مملکت وقتی بوروکراسیتون اینه، وقتی رژیمتون استبدادیه، وقتی احکامتون دینیه، ایدئولوژیکه؟ ما فقط دنبال نتیجه خوبی، اما وقتی میگیم که به ابزارها نگاه بکن، به طرحها نگاه بکن، حوصله نداریم. آقا سلیمانی چی میگه؟ مکس وبر میاد 10 مورد در مورد دولت عقلانی صحبت میکنه. ما نان نداریم. بله نان نداریم به دلیل اینکه دولت عقلانی نداریم. تو فقر و نکبت و ادبار افتادیم به خاطر اینکه اونا رو رعایت نکردیم. اون کسی که روی تخت بیمارستان از سرطان ریه، وقتی بهش میگم 20 سال پیش به تو تاکید میکردیم که این سیگار رو نکش، اون موقع میگفتی بذار دمی خوش باشیم. امروز به من میگی آقا من سرطان دارم خوبم کن. و این وقتی در سراشیبی سقوط افتادیم دیگه بازگشت ساده نیست. و اینا مشکلات بزرگه. ببخشید که به بحث لاک نرسیدیم، اما فکر کردم اهمیت داره در درون این مباحث اینا رو مطرح کنیم، ذهن ما باز بشه که فرق بین دولتی که جمهوری اسلامی برای ما داره اجرا میکنه با دولت مدرن در کجاست. مانع از این بشیم که دوباره در فردا یک دولت سنتی غیر مدرن و غیر عقلانی باز امور زندگی ما رو به دست بگیره. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که به ادامه این مباحث بپردازیم، موفق و پیروز باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.